سلام دوستان عزیز، در این ویدیو ما در مورد ویتامین سی، فواید ویتامین سی، اسرار کمبود ویتامین سی و عوارض جانبی ویتامین سی بحث خواهیم کرد. امید است که تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای ما آگاه شوید. ویتامین سی یا الاسکوربات یا اسکوربیک اسید، ماده مغذی حیاتی برای گونه های پیشرفته پستانداران، تعداد از انواع پرندگان و برخی ماهی ها است. تقریبا بجز مواردی که ذکر شد، بقیه جانداران این ویتامین را در بدن خود می سازند. این ویتامین در سال 1928 در میوه پرتقال کشف شد و اسید اسکوربیک نام گرفت. این ویتامین که از ویتامین های محلول در آب است، در میوه ها، مخصوصا میوه های ترش و دیگر میوه ها و گیاهان موجود است. این ویتامین در اثر مواجه شدن حرارت زیاد، مواد قلبی و گذر زمان از بین می رود. این ویتامین در واکنش های شیمیایی بدن یک حمل کننده الکترون است و از مهمترین آنتی اکسیدان ها است که نقش مهم در سلامتی بدن و دستگاه ایمنی بدن دارد. ویتامین سی جامد، سفید رنگ، محلول در آب و غیر سمی است که مصرف آن قدرت ایمنی بدن را افزایش می دهد. در محیط آبی هایدرولیز می شود و اسید می سازد، به همین دلیل به آن اسید اسکوربیک می گویند. فواید ویتامین سی: ویتامین سی آنتی اکسیدان است، یعنی از آسیب رادیکال های آزاد به سلول ها و بافت های بدن جلوگیری کرده و باعث تقویت دستگاه ایمنی می شود. این ویتامین موجب محافظت پوست در مقابل آثار مخرب اشعه ماورای بنفش نور خورشید می شود. همچنان این ویتامین به افزایش قدرت ایمنی بدن، استحکام لثه ها و دندان ها کمک می کند. این ویتامین همچنان باعث ساخت کلاژن شده و در پیشگیری از بالا رفتن کلسترول خون و ایجاد لخته های خونی در رگ مؤثر است. کلاژن قوی ترین بخش بافت پیوندی بدن است که تمام اعضای بدن را در کنار هم نگه می دارد. ویتامین سی طول دوره سرماخوردگی را کوتاه و به تخفیف عوارض آن کمک می کند. همچنان مصرف این ویتامین باعث جذب بهتر آهن در بدن می شود و به افرادی که دچار کمخونی هستند توصیه می گردد. و عقیده برخی کارشناسان، ویتامین سی احتمال بروز سکته مغزی را در افرادی که از سیگارت استفاده می کنند تا 70% و اشخاصی که سیگارت استفاده نمی کنند تا 30% کاهش می دهد. و اعتقاد این محققان، آنتی اکسیدان های مانند ویتامین سی احتمالاً سلول ها را از فشار اکسیدی که در سکته مغزی مؤثر هستند حفظ می کنند. البته به گفته دانشمندان، ویتامین سی که از طریق مصرف طبیعی کسب شود اثرش بسیار بیشتر است. همچنان در تحقیق دیگر دانشمندان، مصرف این ویتامین را در تراکم استخوانی افراد مؤثر دانسته است. در پژوهش دیگری نیز گفته شده است که تزریق مقدار زیاد ویتامین سی به افرادی که دچار سرطان هستند باعث می شود که رشد سرطان در آنها را متوقف کند. این ویتامین می تواند زنجیره مخرب در درون سلول بیمار به وجود آورد. گفته شده که تزریق این ویتامین به موشهایی که دچار تومور بودند اندازه تومورهای آنان را به نصف کاهش داده است. محققان مصرف این ویتامین را به کسانی که از بیماری های قلبی رنج میبرند نیز توصیه کرده اند، زیرا کمبود ویتامین سی باعث تصلب شرائین شده و کمبود آن در بیماران قلبی همراه با خشکی و سفتی رگ ها می شود و باعث به وجود آمدن درد در این افراد می گردد. کمبود ویتامین سی سبب می شود که اسپرم ها به هم چسبیده و این حالت سبب 16% موارد ناباروری در مردان می شود.
نگهداری طولانی مدت در یخچال، پختن، گرمای هوا، نور و دخانیات باعث از بین رفتن این ویتامین می شوند. شیر مادر دارای مقادیری از ویتامین سی است و به همین جهت بانوان باردار باید از مقدار بیشتر از این ویتامین مصرف کنند. و همچنان افراد که از سیگارت یا سیگار استفاده می نمایند و این ویتامین نیاز بیشتر دارند. کمبود ویتامین سی. ویتامین سی مورد نیاز برای هر فرد سالم 60 میلی گرم در روز توصیه شده است. اگر فرد به مدت یک ماه به میزان کمتر از حد اقل مورد نیاز یک فرد این ویتامین را دریافت کند، دچار عوارض مانند بیماری اسکاروی، خونریزی لثه ها و همچنین خشکی پوست و آثار خونمردگی در زیر پوست می شود. در پژوهش دانشمندان و این نتیجه رسیده اند که وجود چربی در غذا باعث می شود که ویتامین سی خاصیت ضد سرطانی خود را از دست بدهد. دانشمندان می گویند وقت مخلوط از فزاق یا ماده نرم کننده غذا در میری و مواد غذایی در میده با شیره آن مخلوط می شود، ویتامین سی موجود در مواد غذایی می تواند رادیکال های آزاد، یعنی همان مواد که سرطانزا هستند، را از بین ببرد. رادیکال های آزاد مانند نایتریت در مواد غذایی آماده و کنسرو مانند سوسیس و کالباس با مقدار زیاد وجود دارند. اما در یک تحقیق هنگامی که مقدار بیشتر چربی به همین مخلوط غذایی اضافه شد، دیده شد که دیگر ویتامین سی نمیتواند این واکنش شیمیایی را انجام دهد. افراد زائل در معرض کمبود ویتامین سی هستند. نوزادان که در سال اول زندگی از شیر گاو یا شیرهای تغلیظ شده استفاده می کنند. افراد در معرض سوء تغذیه شامل الکلیسم، افراد مسن، به اشتها و ایدز، افراد مبتلا به دیابت تیپ 1، افراد دارای بیماری های روده کوچک، زنان باردار و شیرده، بیماران تحت دیالیز، بیماران مبتلا با تایروتوکسیکوز، افرادی که از سیگارت استفاده می کنند، افراد مبتلا به اختلالات ذخیره آهن در بدن، افراد مبتلا به سوء تغذیه، برخی افراد مسن، مصرف کنندگان مواد مخدر و الکل و برخی از افراد مبتلا به بیماری های ذهنی. عوارض جانبی مصرف بیش از اندازه ویتامین سی. معمولا اضافه این ویتامین از راه ادرار دفع می شود، اما مصرف خیلی زیاد آن باعث تکرار ادرار و اسهال می شود. همچنین مصرف زیاد این ویتامین به صورت دارو باعث بروز اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگ اگزالات در مجرای ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد مصرف این دارو می شود. بیشتر جانداران این ویتامین را در بدن خود می سازند، اما جانداران دیگر مثل انسان هستند که باید این ویتامین را در طول روز از موادی که مصرف می کنند به دست بیارند. این ویتامین هم به صورت طبیعی در منابع گیاهی و حیوانی موجود است و هم به صورت مصنوعی و قارص. منابعی که بیشترین مقادیر این ویتامین را در خود دارند: لیمو، مرچ تند، توت زمینی، بروکلی، گرپ فروت یا مالتا، بادنجان رومی، انبه، گلپی، سیب زمینی یا کچولو، تربوز، سبزی پالک یا اسفناج، کلم، کیوی، جعفری یا گشنیز و دیگر میوه‌ها و سبزی‌ها منابع گیاهی دارای ویتامین سی بوده و جگر منبع حیوانی دارای ویتامین سی است. می شود این ویتامین را 3 تا 6 ماه در دمای زیر صفر نگهداری کرد، اما پس از آن تجزیه می شود. همچنان در میان سبزی‌ها 2 سبزی تیره برگ ویتامین سی بیشتر دارند و جعفری یا گشنیز تا 7 برابر سایر سبزی ها دارای ویتامین سی می باشند. تشکر از اینکه تا این دم همراه ما بودین. امیدوار هستم که از این ویدیو
موارد لازمه که برای آگاهی تا نیاز بود را کسب کرده باشید. فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب نموده، ویدیوهای ما را لایک و نظریاتتان را در قسمت کامنت برای ما بنویسید. وقت خوش، خدا نگهدار.